درود بر شما همراهان کانال خبرچین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. امروز تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی، یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید؟ سردترین انتخابات رژیم، گوش کنید به صدای مردم ایران. رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی گفت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رژیم ملاها در حالی برگزار میشه که علاوه بر تحریم‌های آمریکا، این بار اکثریت رای دهندگان نیز این انتخابات را تحریم کردند. شبکه خبری العربیه نیز گفت 13مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با توجه به فراخوان‌های گسترده برای تحریم و عدم مشارکت به سردترین انتخابات جمهوری اسلامی توصیف شده، صبح روز جمعه آغاز شد. خبرگزاری رویترز امروز صبح در خبری که مخابره کرد نوشت انتظار میره بسیاری از مردم به علت نارضایتی از مشکلات اقتصادی و حاکمیت تندرو به این انتخابات بی‌اعتنا باشند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد انتظار میره پس از یک دور مبارزات بی‌رونق میزان مشارکت به پایین ترین سطح سقوط کنه. واشنگتن پست هم امروز در گزارش مفصلی از جمله نوشت یک زن معلم بازنشسته در تهران گفت زمانی که به یک کاندید اصلاح طلب در آخرین انتخابات ریاست جمهوری رأی داده به امید یک تغییر اندک بوده. این بار اما او اصلاً چنین ابهامی در مورد انتخابات روز جمعه نداره و مانند بسیاری از مردم قصد رأی دادن هم نداره. بسیاری از گزارش‌های تصاویری که تا این ساعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تحریم سراسری نمایش انتخابات توسط مردم ایران حکایت داره. محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری در یک رشته توییت دلایل عدم شرکت در انتخابات رو توضیح داده و نوشته از جمله آنکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. علی خامنه ای این که ما دعوت میکنیم مکرر مردم را به حضور در انتخابات، اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگردد. بله، نتیجه اش را در آبان 98 دیدیم که گلوله شد و به سوی مردم برگشت. در شلیک به هواپیمای اوکراینی دیدیم که موشک شد و به سوی مردم برگشت. در بورس دیدیم که با غارت سرمایه های مردم فقر شد و به سوی مردم برگشت. رأی ما سرنگونیه. رئیسی سندی برای اسلامی کردن دانشگاه ها تهیه شده اما اجرا نشده. اکنون زمان اقدام و عمل در دولت جدید برای اسلامی کردن دانشگاه هاست. 19 بهمن 1396 رئیسی سخنان فوق را در زمان کاندیداتوری دور قبل انتخابات گفت ولی آن زمان نتونست به هدفش برسه. ولی این بار در انتخابات نمایشی بدون رقیب و از پیش تعیین شده قصد داره پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری با اجرای قوانین طالبانی مانند تک جنسیتی کردن دانشگاه ها، گسترش گشت ارشاد، گسترش فضای وحشت و خفقان و سرکوب در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، رسانه های مکتوب و مجازی عقده های خودش رو خالی و انتقام خود را از جوانان و دانشجویان و اساتید و فرهیختگان بگیره. هموطن، حکومت برای انتصاب رئیسی جلاد تصمیم قطعی گرفته. در این شرایط قوی ترین و درست ترین کاری که ما میتونیم بکنیم تحریم سراسری انتخاباته تا این ملا عمر رو با کمترین رأی و به طور کلی کمترین مشارکت روانه کاخ ظلم کنیم تا دنیا بفهمه این جلاد پشتوانه مردمی نداره و حقیر و بی‌اعتباره. شباهت ادبیات همسر ابراهیم رئیسی به پدرش.
مراقب باشیم که مزدور بیگانه نباشیم. جمیل علم الهدا در گرد همایی حامیان رئیسی در یزد: همه ما شامل اصولگرا و اصلاح طلب باید بر وحدت ایستادگی کنیم و مراقب باشیم که مزدور بیگانه نباشیم. لازم به ذکر وی دختر علم الهدا امام جمعه مشهد است. همسر رئیسی با بیان اینکه کاسبان تفرقه به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم هستند گفت: مردم یک پارچه و متحد هستند. جمیله علم الهدا شب گذشته در گردهمایی بزرگ حامیان رئیسی در استان یزد با تقدیر از حضور پرشور مردم یزد در این مراسم اظهار کرد: دکتر رئیسی به دعوت مردم آمدند و گروه‌های مختلف مردمی از ایشان برای حضور در این عرصه دعوت کردند. وی تصریح کرد دلیل آمدن ایشان در این عرصه مردم بودند و الان هم اگر حمایت مردم باشد امکان تشکیل دولت را دارند و مردم و همانهایی که از ایشان دعوت کردند شامل اساتید، علما، اقشار مختلف مردم و نمایندگان آنها باید در این عرصه مشارکت داشته باشند. جمیل علم الهدا با تاکید بر اینکه مطمئنن مردم این کار را برای انقلاب و حفظ آن کردند گفت: امیدوارم صاحب این انقلاب به مردمی که در این عرصه وظیفه خود را شناخته و به آن عمل می کنند اجر زیادی عطا کند. همسر رئیسی خاطر نشان کرد: همه مردم ایران می دانند که دشمن با تفرقه بین اقوام، گروه‌های مختلف و ادیان قصد حاکمیت خودشان را دارند. گفت: بزرگترین اصل ما اصل وحدت است و باید بر این اصل بایستیم و همه ما شامل اصولگرا و اصلاح طلب باید بر وحدت ایستادگی کنیم و مراقب باشیم که مزدور بیگانه نباشیم. علم الهدا خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین ماست. مگر اصلاح طلبان به دنبال ایجاد اصلاح در جامعه نیستند؟ پس باید بدانیم که اولین اصل اصلاح طلبی و اصولگرایی وحدت است و بدانیم که تفاوتی که قرآن کریم آن را به رسمیت شناخته از نزاع و تفرقه کاملا جداست. وی با تاکید بر این که امتیاز بزرگ دکتر رئیسی این است که خود را سرباز رهبری می‌داند، خطاب به همه بانوان افزود: همه بانوان می‌دانند که استبداد جنسی یکی از راه‌های باز شدن پای استکبار است و در 7000 سال فرهنگ ایران زمین هرگز زنان برهنه نبودند و معنویت توسط زنان در خانواده ها حاکم می شود و صیانت از خانواده و سلامت آن توسط زنان اتفاق می افتد. از حجاب و عفاف خود حفاظت کنید. محمود احمدی نژاد در لفافه گفت: خامنه ای در انتصابات صحنه سازی می کند اما پشتش خالی است. شیطان صحنه سازی میکنه و فشار میاره بهتون. همین که میدونید این صحنه سازی مال شیطانه، دیگه پشتش خالی میشه. فشاره، بله، شیطان صحنه سازی میکنه، فشار میاره بهتون. همین که میدونید صحنه سازی مال شیطانه، دیگه پشتش خالیه دیگه. ان کید الشیطان کان ضعیفا، به خدا ضعیف پوشالیس. ان اوهن البیوت لبیت عنکبوت، خانه اینا پوشالی است. با یه اینجوری بیدارش سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.